و تولید سیستم‌های تعلیق، پروتکشن و نجات. پروتکلیه که توش اول سیستم بازشونده رو با طراحی می‌کنی، بعد از اون باید اون فابریکی که براش در نظر گرفتیم توی اون طراحی بذاریم و نهایتاً با دستگاهی که مبتنی بر HF و HA هستن اونا رو بسازیم. یکی تو قابلیت‌های نظامیشه که نیاز ضروری نیروهای مسلح توی بعضی از این محصولاته، ولی فیلد مهمترش بحث عمومیه. ما تنوع محصولات اونقدر زیاد کردیم که هر دایره از مشتری‌ها بتونن بر اساس قابلیت‌هایی که مورد نیازشون هست ازش استفاده بکنن. یه ارقی داریم به اون فیلدی که توش قرار داریم، یعنی چون شرکت ما یه شرکت دانش‌بنیانه، عملا نیازه که ما همیشه خودمون رو به روز نگه داریم، یعنی جدیدترین محصولاتی که الان تو دنیا میاد رو ما بشناسیم، جدیدترین تکنولوژی که وجود داره رو بشناسیم و خودمون رو به اون نزدیک کنیم، یعنی عملا رو لبه علم باشیم. جلیقه های نجات یا دستگاه های شناور بادی نقش مهمی در افزایش ایمنی دریانوردان، ورزشکاران حرفه‌ای و به طور کلی افرادی که مشغول سفرهای آبی هستند ایفا می کنند. این دستگاه های بادشونده که بعضن دور کمر یا بازوان بسته می شود، نمونه های مختلفی دارد و تا چند سال پیش کشور ما صرفاً وارد کننده این محصولات از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بود. اما در حال حاضر و با ورود قدرتمند شرکت‌های دانش‌بنیان به این صنعت، کارخانه‌های ایرانی نیز به عنوان تولیدکنندگان موفق این محصولات حضور خوبی در این عرصه دارند. در حال حاضر ما شرکتمون یه شرکت انحصاریه. محصولاتمون هم تو حجم کم داره تولید میشه به علت اینکه هنوز تو کشور ما بعضی از ارگان‌های دولتی رغبت آنچنانی برای خرید این محصولات از داخل ندارن. علیرغم اینکه ما تمام سرتیفیکیت‌ها داریم، ولی ما خودمون رو مجاب کردیم که اونقدر سطح خودمون رو بالا ببریم و قیمت رو بیاریم پایین که دیگه حتی اگه بخوان هم نتونن تو این زمینه ورود بکنن و محصولات خارجی بخوان خریداری بکنن. خدا رو شکر دیگه الان تو شرکت بحث مالی نیست. الان ما بزرگترین مشکلمون اینه که بحث یعنی نمایش محصولمون توی ارگانهای دولتی، یعنی بدونن که یه شرکتی وجود داره که محصولی که اونا میخوان و میتونه با کیفیت شبیه کیفیت نمونه‌های خارجی بهشون در اختیارشون قرار بده.